سوال شماره 49 علی سه هشتم کل پول خود را دو مداد و یک پنجم باقیمانده آن را یک خودکار و دو پنجم کل پول اولیه را نیز یک جامدادی خرید اگر هزار تومان برایش باقی مانده باشد قیمت جامدادی خودکار و مداد به ترتیب از راست به چپ چند تومان است خب نگاه کن این سوال رو بسیاری از بچه ها بهش پاسخ نمیدن شاید به خاطر طولانی بودن و شاید به خاطر اینکه فکر میکنن خیلی سخته اما اصلا اینطوری نیست نگاه کن میای میگی علی فقط کافی همه این جملات رو تبدیل کنی به کاغذ و به اعداد میگه علی سه هشتم کل پول خودش رو چی خریده؟ مداد خریده میگی باش سه هشتمش رفت بعد میگه یک پنجم باقی مانده‌ش هم خودکار خریده اما تو نمی نویسی اینجا به اضافه یک پنجم می نویسی چی؟ میگی به اضافه یک پنجم چی؟ باقی مانده دقت کن تو این جور مسائل کلمه باقیمانده بسیار مهمه یعنی من به شخصه هر وقت این سوالا رو میبینم سنسور ذهنم و سنسور چشمام دنبال کلمه باقیمانده مانده میگرده اگه باقیمانده پیدا بکنم میفهمم سوال رو داره پیچیده میکنه دقت کن میگه سه هشتم کل پولش نوشتم سه هشتم کل پول بعد میگه یک پنجم باقیمانده میگم یک پنجم باقی مانده. میشه یک پنجم چقدر سه هشتمش رفته چقدر مونده سه هشتم بره چقدر میمونه از کل از هش هشتم سه هشتمش بره پنج هشتم میمونه چون کل پولت میشه یک واحد کامل هشت هشتم سه هشتمش رفته پنج هشتم میمونه میگه یک پنجم این پنج هشتمه میگم باشه یک پنجم زب داره پنج هشتم میکنه بعد دوباره جمع میکنم جمع میکنم باشی میگه دو پنجم کل پولش باز میگم چون گو گفتی کل پول من دو پنجم رو باهاش جمع میکنم ببینم چقدرش رو خرج کرده کلا از کل پولش چقدر خرج کرده خب اگه بخوام جواب این مسئله رو به دست بیارم میام میگم اول اولویت با این ضرب است ضرب که میخوام بکنم صورت در صورت مخرج در مخرج اما ببینیم صورت با مخرج ساده میشه بله میشه چقدر میشه برابر با یک هشتم درسته میگی سه هشتم با یک هشتم میشه چقدر میشه برابر با چهار هشتم بچه ها چهار چهار هشتم ساده بشه میشه چی؟ میشه یک دوم حالا چی کار کن؟ یک دوم رو با این جمع کن میگی باشه یک دوم به اضافه دو پنجم میکنم برای اینکه یک دوم رو به اضافه دو پنجم بکنی باید چی کار کنی؟ باید مخرج مشترک بگیری میگی باشه مخرج مشترک هم میگیرم زب داره پنجش میکنم زب داره پنج میکنم زب داره دو میکنم اینجا هم زب داره دو. برابر میشه با اینجا مخرج ده پنج به اضافه 4 چهار میشه نه نه دهمش رو خرج کردی. نه دهم پول خرج شده توسط علی چقدرش میمونه؟ اینو باید بگی. چقدر میمونه؟ یک دهم میمونه. اما اینجا رو دقت کن میگه اگر هزار تومان براش باقی مانده باشد. الان گفتیم چقدر مونده براش؟ یک ده هم. اینجا میگه هزار تومن مونده پس یک ده همه تو برابره با چیه؟ هزار تومنه همین کار رو قرار میدی و حلش میکنی میگی یک ده هم. بیا جدول تناسب بکش میگی یک ده من شده هزار تومن جلوی یک می نیمسی. پس کل پول من چقدر؟ ده هزار تومن درسته ده هزار تومن پول داره حالا یا شما خودتون میخواید جای علی بذار یا خود علی ده هزار تومن پول داریم میگه قیمت جامدادی خودکار مداد به ترتیب از راست به چپ اولا میایم حالا حساب بکنیم جامدادی گفته چقدره بیایم نگاه بکنیم اومده گفته دو پنجم کل پولش جامدادی خریده اما نیاز نیست حساب کنی چرا به گزینه‌هات هم نگاه کن همشون چقدره 4000 پس وقت خودت رو واسه جامدادی تلف نکن برو سراغ بحث بعدی قیمت خودکارت رو به دست بیار خودکار چقدر بوده؟ یک پنجم باقی مانده یادت هست چی نوشتیم؟ یک پنجم باقی مانده شد چقدر؟ شد یک هشتم حالا بیا یک هشتم چقدر رو حساب کن یک هشتم کل پولت یک هشتم رو زب در ده هزار میکنیم برابر میشه با هزار و دیویست و پنجاه به گزینه هات نگاه کن ببین بازم هزار و, و پنجاه یا نه فقط گزینه یک هستش که اولیش 4000 بعدیش 1250 دیگه نیاز نیست ادامه بدی جواب صحیح به دست اومد گزینه شماره یک